با سلام خدمت همه علاقمندان، دوستان ورزش، هواداران سود پلاس، بسیار خوشحالم که خدمتتونم. با افتخار درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران صحبت میکنیم. حضورتون در چنل ما در یوتیوب، اینستاگرام سود، صفحه سود در فیسبوک و وبسایت فوتبالی ترین انقدر انرژیزا و دلگرم کننده بوده که من هم همکارانم تشکر بکنیم ویژه از حضورتون، همراهیتون. بالا سابسکرایب بکنید در یوتیوب، اینستاگرام سوت رو فالو بکنید، حتما خبرها و تحلیل‌های ورزشی اونجا هست، به روزم است. موضوعی که میخوام براتون مطرح بکنم، در ادامه ویدیو قبلی که در صفحه سوت در یوتیوب گذاشتم درباره حضور کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال ایران، اطلاعات جدیدی به دستم رسیده که گفتم که با شما صحبت بکنم، اشتراک بگذارم. ببینید، تو ویدیو قبلی من اشاره کردم که دولت به صراحت اعلام کرده که کارلوس کیروش باید بیاد، یعنی یه قدرتی فراتر از فدراسیون فوتبال و بالاتر از وزارت ورزش اعلام کرده که باید کارلوس کیروش بیاد، چون خودشون فهمیدن، کارشناساشون بهشون گفتن که اگر تیم ملی ایران با اسکوچیش بره جام جهانی، یه جورایی فقط سفر کرده به قطر و زنگ تفریح، اونم مقابل چه تیم هایی؟ مقابل امریکا، انگلیس و ولز، به خصوص امریکا و انگلیس که ایران باهاشون سالیان سال مسئله سیاسی داره، به خصوص امریکایی ها که با ایران رابطه مستقیم ندارن، سفارتخونه ندارن. ایران در 98 فرانسه امریکا رو در بازی قرن برد و هنوز که هنوزه رو موجش سوارن مقامات نظام جمهوری اسلامی. نکته جدیدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که آقای مخبر دسفولی، معاون اول آقای رئیسی، مردی که تیم اقتصادی دولت رو میچینه و یه جورایی به بیت رهبری هم وصل، قبلا مقام سمت‌های بسیاری در کارترهای اقتصادی بیت رهبری داشته، فرمان اجرایی امام رو که حتما دیگه مستحضر هستید، ایشون معاون اول آقای رئیسی تیم اقتصادی دولت رو گفتن میچینه، نشسته و با کارشناسان ورزشی، با کارشناسان فوتبالی و برخی از بازیکنان تیم ملی نشسته صحبت کرده و اونها بهش هشدار دادن، بهش اعلام کردن که اگر تیم ایران بره با اسکوچیش به جام جهانی، اتفاقات ناگواری برای ایران میفته. گفتن مسئله ورزشی رو که بگذاریم کنار، بحث سیاسی ایرانی ها و مقامات نظام اسلامی به دنبال این هستن که در بازی‌های ورزشی که اون هم با رقبای سیاسی هست روی موج سواشن، امتیاز بگیرن. گفتن در 98 فرانسه ایران امریکا رو برد و هنوز که هنوزه داره روی موج سوار میشه در بازی‌های مختلف، در رشته‌های دیگه. مثلا دو سه هفته قبل امریکایی‌ها رو بردن، تا یه هفته ده روز بعدش وبسایت‌های نزدیک به اصولگرایان و رهبر ایران اعلام می‌کردن که ایران قدرت و شیطان بزرگ رو برد. خب اگر در فوتبال این اتفاق نیفته، مطمئنا نظام و مسئولان این نظام چیزی برای عرضه ندارن. توی ویدیو قبلی هم عرض کردم، خب توی مسئله مذاکرات هسته‌ای، حالا 5 به اضافه یک و الان 4 به اضافه یک، در نهایت راه به جایی نبردن و نتونستن امتیاز بگیرن و دست پایین رو دارن. اگر در بازی جام جهانی برن و اونجا مثلا 3-4 ببازن به امریکا یا به انگلیسی ها، اون موقع دیگه واقعا آچمز کاملن و دستشون خالیه و دیگه اصلا نمیتونن موج سواری بکنن. به همین دلیل بعد از اینی که آقای مخبر دسفولی با مشاوراش نشستن و صحبت های کارشناسانی که خودشون قبولشون دارن، با برخی از بازیکنان تیم ملی هم تو این جلسه بودن، گفتن آقای اسکوچیش عملا یه آدم بیکاره‌ایه و کلن کارش با دلالات و دلالا اونو بیشتر هدایت میکنه و نمیتونه در جام جهانی ما رو به قول فوتبالی بازی رو در بیاره، تیم ایران تو اون فضای بسیار سخت رهبری بکنه. کسی رو میخوان که مربی بزرگ باشه، بره بغل خط دعوا کنه، به جنگ با داور صحبت بکنه، تو داد بزنه، یا یه آدمی باشه که کاریزماتیک باشه و چهره برتر باشه، کارنامه داشته باشه. خب چه کسی؟ کارلوس کیروش که در جام 2014 بوده، در جام 2018 بوده، دعوا کردن بلده، صحبت کردن بلده، امتیاز خوب میتونه از این اون بگیره و بازیکنان تیم ملی هم باش هماهنگن. یه فضای دیگه داره میگه که آقا برانکو ایوانکوویچ رو بیارید، برانکویی که در 2006 سرمربی ایران بود. اما برانکو یه پروژه‌ای رو باید شروع بکنه که براش تایم داشته باشه،
یعنی مثلا اگه میخواد در جام جهانی باشه بعد 2 سال قبل شروع کرده باشه، تیم خودش ساخته باشه و با فضا آشنا باشه. خب اون یه کمی سخته، اما اون کسی که کاندیدی که میتونه بره به سمت ایران و الان تیمم نداره، کارلوس کیروش که بعد از اینکه از استفاده از سرمربیگری تیم ملی مصر الان تیم نداره و با مربی آزاد میتونه باشه، بسیارم دوست داره که پنجم جام جهانیش هم تجربه بکنه، چه جایی بهتر از ایران که خودش هم قبلا بوده، بازیکن‌ها رو میشناسه. آقای نکته اینجاست، آقای سجادی وزیر ورزش یک فرد منفعلیه و خیلی اختیاری هم از خودش نداره، اصلا موافق این قضیه نبوده، حتی گفته که بذارید رئیس فدراسیون بعدی بیاد و تصمیم بگیرن. اما گفتم کار از دست وزارت ورزش فدراسیون فوتبال خارجه، در هیئت دولت در ساختمان پاستور اونجا تصمیم گرفته شده، آقای مخبر دسفولی گفتم نشسته صحبت کرده، به این جنبندی رسیدن و حتی گفتن که آقا نگران پول کارلوس کیروش نباشید، پول کارلوس کیروش دولت پرداخت میکنه، هر مبلغی که باشه اصلا به دستگاه ورزش ربطی نداره، ما پرداخت میکنیم. یعنی اونجا به یه جوری به کیروش هم گفتن که نگران نباش. یه اتفاق دیگه هم که افتاده و میگم این گمانه زنی ها رو داره بیشتر میکنه که فدراسیون فوتبال رفته صفحه کارلوس کیروش رو فاره فالو میکنه. خب شما نگاه بکنید فدراسیون فوتبال چه دلیلی داره بره با مربی که اصلا مربیش هم نیست، ارتباطی هم نداره، بره صفحه اون مربی رو فالو بکنه؟ حتما یه اتفاقاتی داره میفته. من با بسیاری از دوستانم که در ایران خبرنگارن و دستی بر آتش دارن و اخبار بروزی هم دارن صحبت کردم، اونا تلویحاً تایید کردن که کارلوس کیروش رو دارن مقامات بالای نظام میارن، گفتن نفر دوم دولت یعنی آقای مخبر دسفولی معاون اول رئیس جمهور پای قضیه است، پای کار، داره این کار انجام میده و گفته که این کار باید انجام، یعنی کلمه باید رو گذاشتن. گفتم این داستان دیگه ورزشی نیست و کاملا سیاسیه و نظام پای این قضیه وایستاده و خودش هم میدونه که اگه بره و اونده نتایج بدی بگیره تیم ملی دیگه اینها نمیتونن عرض اندام بکنن، اما اگه اونجا برن حالا با یه نتیجه آبرومند بازی رو تمام بکنن حداقل میتونن بگن آقا ما رفتیم اونجا و تیمایی با تا بون دندان مسلح رو تونستیم باشون مقابله کنیم و ازشون امتیاز بگیریم. گفتم بازی مقابل سه تیم امریکا، انگلیس و ولز شوخی نداره، به شدت تیمای قوی هستن، به خصوص انگلیسی که اکثر بازی‌هاش در لیگ برتر دارن بازی میکنن و اگر اتفاقی بیفته، اگر تیم ایران نتونه بازی رو جمع بکنه، مطمئناً گل‌های فراوانی خواهد خورد. در پایان اعلام بکنم که هر چقدر که نزدیک‌تر بشی من اخبار جدیدتر خدمتتون عرض میکنم. این خبری بود که از صبح که من پنجشنبه این ویدیو رو گذاشتم و بازدید بسیار خوبی داشت، این اخبار جدید اتفاق افتاده، مقامات دولت معاون اول رئیس جمهور پای کارن و میخوان کیروش رو بیارن. به نظر من کار دراگون اسکوچیش دیگه تموم شده است و اگر اتفاق خاصی نیفته ایشون سرمربی را در جام جهانی نخواهند بود. لطفا ما رو همراهی کنید، همین کامنت های بسیار خوبی که میذارید انتقاد بکنید، مطمئنا من لحاظ خواهم کرد، همکارم لحاظ خواهند کرد. بیایید در صفحه سود در یوتیوب، در اینستاگرام سود، در صفحه سود در فیسبوک، وبسایت فوتبالی ترین چت بکنیم، چت ورزشی بکنیم، تبادل نظر بکنیم، مطمئنا نظرات شما حتما لحاظ میشه. شب و روز بر شما خوش.